آینده عربستان سعودی طرف زامت پادشاه تازه موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در استیدیوز آقای ماتیو مکنس محقق در انستیتوت امریکن انترپرایز با ما هستند آقای مکنس سلام با شما ممنون از حضورتان در برنامه آقای اوباما سفر خود را در هند نیمه تمام میگذاره و به عربستان سعودی میره فکر میکنین در ملاقاتی که بین آقای اوباما و آقای سلمان یا پادشاه سلمان صورت خواهد گرفت رئیس جمهور ایالات متحده روی چه موضوعات تاکید خواهد کرد تشکر ما باور دارم <تصفح> که رئیس جمهور واقعا در واقع ابراز همدردی می کنه در قبال رحلت پادشاه فقید یک چیز اساسی که رئیس جمهور اوباما بالاش تاکید خواد کرد و خواد بود که امتداد همکاری ها با پادشاهی یا شاهی عربستان سعودی و همچنان نه تنها رابط بین ایالات متحده و عربستان سعودی بلکه بر مسائل تاکید میکنه که ایالات متحده کمک خواد کرد و یا هم سرش بحث خواد کرد مثل تهدیدات گروه دولت اسلامی خطرات موجود از ایران در منطقه و همچنان چیزی که من باور با ما با او بله. تاکید میکنه آوردن ثبات در منطقه است بله خب در حالی که سلمان بن عبدالعزیز سریان جانشین ملک عبدالله شد و خطابه هم به ملت داد در این خطابه پادشاه سلمان متحد به ادامه پالیسی های حکومت گذشته و تعقیب عین مرش در عربستان شد فکر میکنین آیا تفاوت بین حکومت برحال و گذشته عربستان سعودی رو نما شود یا خیر؟ خب ما فکر میکنیم که به شکل دفتنی و یا زود تغییر کلی رو خانواده شاهی سعودی از بسیار گذشته در فکر کرده که شاه عبدالله در گذشته هم چارچوب خوبی را آماده آم ساخته بود که امیدوار هستم داینده هم او امتداد پیدا بکنه که او نشان دهنده مشخص کننده ای بود که بعد از شاه عبدالله کی رهبری میکنه و این انتقال از یک نسل به نسل دیگه یک مسئله است که سرویش کرد اما شاه سلیمان از قبل سر از این مسئله زده که کی رهبری رو ره میگیره و من چیزی که باید تاکید شود سرشی است که ما تغییر کلی را در آغاز نمی بینیم بلکه ادامه پیدا میکنه ربنده از گذشته اگه برگردیم به دوره زمامت ملک عبدالله روی برخ موضوعات کلیدی جهان مثل جنگ سوریه مثل مزله زروی ایران بین حکومت آقای اوباما و حکومت ملک عبدالله تفاوت های مشی و نظر وجود داشت نظر شما در قبال این موضوع چیست؟ فکر میکنید در حکومت برحال همین تفاوت ها جریان پیدا کنند؟ شما واقعا درست هستین که یک روند بسیار مشکل بوده رابط بین ایالات متحده و عربستان سعودی در سالهای اخیر مشکل بوده بهار عرب بر کناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر چیزهایی بوده که همیشه نگران ساخته شاه عبدالله فقید را و این چیزهایی بوده که ایالات متحده ازش حمایت هم کرده از که نگرانی های جدی در سوریا و همچنان عدم تصمیمگیری گیری به خاطر حمله در برابر رئیس جمهور اسد با وجود از اینکه معلوم شد که او از کیمیایی استفاده میکرد چیزهای مثل صحبت های در خفای ایالات متحده با ایران در مورد برنامه های چیزهای مشکوکی را در منطقه نشان میده که این پالیسی به کجا میرسه ما چیزی را کال میبینم ایالات متحده شاید توانایی ازی باشه که چگونه با عربستان سعودی رابط خود بهتر بسازه و برشان و با مسائل مبارزه با مسائل چون گروه تعدیدات گروه دولت اسلامی بحرانات سوریه و همچنان خطرهای موجود در منطقه از طرف ایران ولی ولی چیزی که ما فکر میکنم ممکن است اوی است که برای ایالات ایالات متحده بر حکومت بله. نو عربستان سعودی ممکن ایرا اه، اه، تایید بکنه و تاکید بکنه که همکاری های ادامه داره بله ممنون تشکر از شما آقای مکنس اجازه بتیم که بحث با شما در مورد روابط ایالات متحده عربستان که یکی از بقیلست. علای امده ایالات متحده هم با شما رو در بخش پشتو ادامه بتیم تشکر